سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. همونطور که میدونید خیلی از هوش مصنوعی ها مثل گراک، جمینای و چت جی پی تی یه قابلیتی دارن به اسم ایمیج جنریشن. در واقع اینها میان پرامپت رو از ما میگیرن، تکست رو از ما میگیرن و بر اساس اون دستور یا پرامپتی که بهشون میدیم میان یک تصویر رو تولید میکنن. به این ویژگی میگن ایمیج جنریشن. خب همونطور که بهتون گفتم و باز توی ویدیوها بهتون نشون داده بودم قبل از این، گراک این ویژگی رو داشت و با هم دیگه تستش کردیم که دیدیم چقدر عالی. جمینای هم همین ویژگی رو داره که بهش اضافه شده و اون هم عمل کرده خیلی خوبی داشت. چت جی پی تی هم این ویژگی رو داشت، اما وقتی که میخواست ایمیج جنریشن رو داشته باشه میومد و در واقع از دالی استفاده میکرد. در واقع موتور یا انجین ایمیج جنریشن توی چت جی پی تی دالی. خب عمل کرده بدی هم نداشت، اما عمل کردش خیلی عالی هم نبود. مشکلاتی رو داشت، تصاویر مثلا توی پورتراها خیلی واقعی نبود و حالا اینطور مسائل. حالا اتفاق خیلی جذابی که افتاده، چت جی پی تی یا شرکت اوپن ای آی اومد و در واقع یه مدل یا یه ویژگی نیتیو به چت جی پی تی اضافه کرد و این ویژگی نیتیو همون ویژگی ایمیج جنریشنه که توی چت جی پی تی 4o هستش. حالا بیایم با هم دیگه بریم ویژگی‌هاش رو ببینیم و ببینیم که عملکردش چطور هست. قبل از اینکه بریم و تصاویری که تولید کرده رو بهتون نشون بدم، دو نکته رو باید بهتون بگم. نکته اول اینه که فعلا برای کاربرای رایگان در دسترس نیست، ولی شرکت اوپن ای آی گفته که این قابلیت رو در دسترس همه قرار میدم. در حال حاضر فعلا فقط برای اکانت‌های پرو، اگر اشتباه نکنم، برای اونها در دسترسه. و نکته دوم اینه که تا ادامه ویدیو رو نرفتیم، همین الان این ویدیو رو لایک کنید. ممنون ازت. خب همونطور که میبینید الان توی صفحه اوپن ای آی هستم و میبینید که توی تاریخ 25 مارچ اومده این ویژگی Introducing 4o Image Generation رو اضافه کرده و نکته‌ای که وجود داره باید بهتون بگم، امروز در واقع الان که دارم این ویدیو رو ضبط میکنم 28 مارچ است، در واقع 3 روز پیش این ویژگی رو ارائه داده و همین ابتدای کار اومده مهمترین نکته رو گفته که در واقع یک مولتی مودال مدل نیتیو هستش که به چت جی پی تی 4o اضافه شده و ما میتونیم ازش استفاده کنیم. البته همونطور که بهتون گفتم منظورم از ما افرادی هستش که اکانت پولی رو دارن، ولی در این حال اضافه خواهد شد. حالا من اسکرول کنم پایین میبینید که یه سری اطلاعات رو داده، اما توی این ویدیو بچه‌ها فقط میخوام اون مهمترین و جذابترین چیزش رو بهتون نشون بدم تا ببینید که چه عملکرد خیره کننده ای داره این ویژگی جدید ایمیج جنریشن توی چت جی پی تی. و اصلا من فکر میکنم هیچ هوش مصنوعی الان وجود نداشته باشه که انقدر زیبا و انقدر دقیق بتونه تصاویر رو تولید کنه. خب من همین وبسایتش رو میام یکم پایین‌تر، چند تا نمونه گذاشتن و این اولین عکسی هستش که میبینید پرامپت رو بهش دادن. اینجا این پرامپتی که بهش دادن، حالا توضیحات رو کاملا اینجا بهش دادن ولی خیلی با جزئیات توضیحات رو دادن، همونطوری که الان توی عکس بهتون نشون میدم. مثلا روی تخت سیاه نوشته شده که چه چیزایی باید بنویسی. به هر حال تمام جزئیات رو بهش دادن و حالا تصویر رو ببینید، خیره کننده بی نظیره. با توجه به چیزی که ما اینجا داریم میبینیم، مثلا میبینید که تمام اون تکست رو چقدر زیبا روی یک صفحه شیشه‌ای آورده و نوشته و این خانومی که الان داره در واقع این تکست رو می‌نویسه و ببینید چقدر جزئیات شبیه به واقعیت. و واقعا اگر یک کسی باشه که ندونه این تصویر با هوش مصنوعی درست شده، اصلا نمیتونی باور کنی که این یک تصویر ساختگیه. مثلا جزئیات رو ببینید، سایه خود خانومه رو شما اینجا میتونید ببینید که واقعا هوش مصنوعی دیگه نمیتونن، یا حداقل با توجه به اطلاعاتی که من دارم، ویدیوهای مختلف رو نگاه کردم و امتحان کردم، خودم امتحان کردم، هوش مصنوعی دیگه رو انقدر با جزئیات و دقیق و شبیه به واقعیت نمیتونن باشن. این فردی که عکس داره میگیره رو تماشا کنید، توی شیشه رفلکشن در واقع دیده میشه، پل‌هایی که پشت سر هست و همه جزئیات رو، ابرها رو، همه اینها رو آورده و خیلی چیز جذابیه. حالا از این قشنگتر اینجاست که اگر یکم اسکرول کنیم، من اینا رو پاک کنم، اگر یکم اسکرول کنیم پایین، اینجا بهش گفته حالا یه عکس سلفی از همون در واقع پرامپت قبلی بده که خود عکاس هم توش باشه. و باز ببینید که چطور چقدر طبیعی و چقدر با جزئیات و افراد رو ببینید، واقعا انگار که انسان واقعی هستن. مثلا ببینید حتی خالهای روی دست
فرد رو آورده و گذاشته که اینقدر طبیعی باشه. اینجا که سایه بین دو دست هست، اینجا رو ببینید، اینجا خیلی تمیز در اومده با سایه‌ای که در آورده، واقعا بی‌نظیره، عجیب غریب عمل کردش و خیلی جالبه. نکته‌ای که وجود داره اینجا که مثلا اینجا گفتن که این بهترین عکس از بین 8 عکسیه که تولید کرده، یا اگر من بیام بالاتر اینجا هم باز گفتن که بهترین عکس از بین 8 عکسیه که تولید کرده. حالا این بالا اگر من برگردم و اینجا رو بزنم، می‌بینید که مثلا تاپیک یا موضوع این عکس این وایت بورد سشن بوده، اما یه سری چیزای دیگه هم هست، مثلا meaningful words اومده و یه پرامپت رو بهش داده با جزئیات و اومده این عکس رو تولید کرده. و باز میبینید که چقدر با جزئیات، چقدر تونسته عمق رو اینجا در واقع بلور کنه. اصطلاحا توی عکاسی وقتی شما دهانه اپچرتون باز باشه، اینجا عمق میدان رو تارتر از جایی میبینید که تو فوکوس هست. پس میبینید که چقدر عالی تونسته اینها رو درست کنه و چقدر با جزئیات و واضح این تصویر هم ایجاد شده. و باز اینجا میبینید که پنجمین در واقع best of 5 در واقع 5 تا ایمیج جنریت کرده و این بهترینشه که اینجا گذاشتن. باز اینجا میبینید که توی یک تاپیک دیگه که در واقع کامیک استریپ هست، اومدن و یک تکست رو بهش دادن به عنوان پرامپت و اومده با خیلی جزئیات تمام اون چیزی که میخواستن رو براشون درست کرده. یک کاتگوری دیگه هم گذاشتن ساینس اکسپریمنت و میبینید که اومده و در واقع به صورت مختلف توی دیاگرام ها یا اینفوگرافیک های مختلف اومده نیوتونز اکسپریمنت رو به ما نمایش داده. در واقع باز توضیحات بیشتر بهش دادن، اومده توی یک نمای دیگه ای درست کرده. و وقتی که نگاه میکنید، حالا بد نیست اگر خودتونم برید توی صفحه اوپن ای آی اینو یه چک بکنید، عکسایی که گذاشته واقعا عالی، در واقع اون چیزهایی که تولید کرده واقعا عالی و جذابه. حالا اینجا میبینید که خیلی صورت فرد خیلی خیلی، چون نیوتن رو احتمالاً درست کرده، میبینید که حالا یه کمی شاید غیر واقعی و کارتونی باشه، ولی توی مدل اولی که بهتون نشون دادم خیلی عالی بود. حالا اگر این صفحه رو اسکرول کنیم و بیایم پایین‌تر، می‌بینید که باز نمونه‌های مختلف دیگه گذاشته. تو کاربردهای مثلا تکست رندرینگ هم گفته که مثلا چطوری عمل کردش، توضیحات رو اینجا کامند یا پرامپتشون رو دادن و ایمیج رو براشون درست کرده. اگر من بیام توی بخش بعدی، مثلا بهش گفتن که یه منوی غذایی درست کن با این ویژگی‌هایی که ما می‌خوایم و اون رو به این شکل اومده و درست کرده. و حالا من یک کمی بالا پایین کنم، میبینید که تمام اون چیزهایی که لازم بوده رو آورده، یا بهش گفتن یه اینویتیشن برامون درست کن یا کارت دعوت درست کن و باز اومده این رو به این شکل براشون تهیه کرده. و با توجه به اون چیزی که ما بهش میگیم خیلی دقیق میاد عمل میکنه. نکته جالبش اینجاست، علاوه بر اینکه خیلی واقعی درست میکنه، تمام اون چیزهایی که ما میخوایم رو اگر پرامپتمون رو درست بدیم کاملا رعایت میکنه و خیلی جذابه. باز اگر بیایم پایین تر، میبینید که توی بخشای دیگه هم اومده و ایمیج های رو جنریت کرده که حالا من چون ویدیو رو نمیخوام طولانی کنم همه اینها رو بهتون نشون نمیدم، در واقع همینا هم بود، خیلی چیز آنچنانی نداره. مثلا میتونه استیکر براتون درست کنه با توجه به پرامپتی که میدید، میتونه استیکرهای مختلف هم برامون درست کنه. و این صفحه رو که من اسکرول کنم تا پایین، موارد مختلف رو میتونید ببینید. مثلا گفته که یه امتی سیتی درست کن و ببینید که عملکردش چقدر جالب، یک شهر خیلی واقعی، یک خیابون خیلی واقعی. و نکته ای که هست بچه‌ها، من توی ویدیوهای دیگه کسایی که دسترسی دارن الان، خارجی‌هایی که دسترسی داشتن و امتحان کردن رو دیدم، مثلا پرامپت های مشابه داده بودن و مقایسه کرده بودن با تصاویر دالی و واقعا این عالی عمل میکنه، خیلی شبیه به واقعیته. باز همینطور بریم پایین، مدل های مختلف اومده، کامنت های مختلف رو گفته، مثلا گفته که یه اره برقی رو درست کن، درست کرده. و میبینید که واقعا اگر ندونیم که این تصویر با هوش مصنوعی درست شده، نمیتونیم تشخیص بدیمش، حداقل من نمیتونم تشخیص بدم، چون واقعا طبیعی با جزئیات درست و دقیقه. ببینیم اینجا چی بوده، اینجا هم باز تصویر رو کشیده که حالا توضیحاتش هم هست، باز گفته که بر اساس این عکس رو بهش دادن، یک نقاشی رو بهش دادن و اومده و این نقاشی رو
تبدیل به یک عکس واقعی کرده و خب وقتی که مقایسه میکنیم میبینید که چقدر این عملکرد میتونه جذاب و عجیب غریب باشه. خیلی خوب عمل میکنه. حالا ما اگر بریم پایین، این اتفاق کماکان خواهد افتاد و نمونه‌های مختلف رو گذاشتن، میتونیم ببینیم و ازشون لذت ببریم و اگر اکانت پولی رو داشته باشید میتونید این رو استفاده کنید و برای خودتون امتحانش کنید و ببینید چجوریه. و همینجا ازتون میخوام اگر اکانت پولی رو دارید، یعنی اکانت رو خریداری کردید و دسترسی دارید، تجربتون رو از این ویژگی جدیدی که قرار دادن توی چت جی پی تی با ما هم در میون بذارید، توی کامنت ها بگید تا بقیه بچه هم بخونن. خب خواستم خیلی سریع این خبر رو که خیلی داغم نیست، ولی خب همونطور که بهتون گفتم دو سه روز پیش اتفاق افتاده، ولی خواستم باهاتون در میون بذارم، نمونه هاش رو بهتون نشون بدم و ببینیم با هم دیگه که دنیای هوش مصنوعی داره به کجا میره. گاهی آدم میترسه واقعا و ممکنه مشکلزا باشه اینکه یک هوش مصنوعی بتونه با این جزئیات، با این شباهت یک تصویر رو خلق کنه از چیزی که وجود نداره. به هر حال اتفاقی که داره میفته، احتمالا دولت ها نظارت هایی رو خواهند داشت روی کار کرد یا عمل کرد اینها، یا اینکه افراد چجوری بتونن از این استفاده کنن. همونطور که میدونید خب صحبت در موردش خیلی زیاده، ولی به هر حال خواستم اینو باهاتون در میون بذارم. امیدوارم که دوست داشته باشید. اگر ویدیو براتون مفید بوده یا مطلب رو دوست داشتید، لطفا حتما ویدیو رو لایک کنید. مرسی که تا اینجای ویدیو با من بودید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.